مخابره عاجل مارشال عبدالرشید دوستم برای ملا فاضل و ملا زاکر. سلام بینندگان عزیزی را که هم اکنون کانال ما را بیننده هستند. مشروع خبرها: نبیل، طالبان مسلمان شدن یک جاسوس را بر مرگ هموطنانشان ترجیح می‌دهند. سیوم سنبله 1401 هشت صاف کابل. رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی پیشین افغانستان گفته است که طالبان رویداد مسلمان شدن یک مهره استخباراتی را بر مرگ شهروندان افغانستان که زیر نام جهاد این گروه کشته می شوند ترجیح می دهند. نبیل در رشته تویتر روز پنجشنبه سیوم سنبله نوشته است که اسلام دینی یک بام و دو هوا نیست. طالبان به نام اسلام و جهاد صدها عالم دین، بزرگ قومی، کودک، زن بیگانه و غیر نظامی را شهید کردند. به گفته آقای نبیل، طالبان به این جنایتشان افتخار کرده و حتی به مرگ این قربانیان دلگیر هم نمی شوند. او در ادامه افزوده است که طالبان در نتیجه جهاد 20 سالهشان از مشرف شدن فقط یک مهره استخباراتی بیرونی به دین اسلام آنقدر ضعف زده شدند و از این مورد استفاده تبلیغاتی می کنند که بیم آن می رود تا نامبرده را جانشین امیرالمؤمنینشان معرفی کنند. تیموتو ویکس که پس از مسلمان شدن نامش را به جبرائیل عمر تبدیل کرد یک شهروند استرالیایی ایالات متحده آمریکایی است. او سالها پیش از تسلط طالبان در دانشگاه ایالات متحده آمریکایی افغانستان تدریس کرده است. تیموتی ویکس همراه با یکی از همکارانش در سال 2016 از جاده دارلمان توسط طالبان را بوده و سپس زندانی شدند. ویکس در سال 2019 در برابر 3 زندانی ارشد طالبان از زندان رها شد. او اکنون دوباره به افغانستان برگشته و به اسلام روی آورده است. همچنان این در حالی است که افضل امیری در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: مارشال عبدالرشید دوستم، ملا فاضل و ملا زاکر در حال مردم غیر نظامی را که هیچ پیوند با مقاومتگران ندارند مورد آزار قرار می دهند، که خودشان زمانی اسیر بودند و با آنها محترمانه برخورد شده است. امیدوارم این ملایان امروزی را به یاد خود بیاورند و از شکنجه غیر نظامیان دست بکشند. صبر مردم یک حد دارد. در همین حال افضل امیری در پست دیگر می نویسد: محاصره شدن فرمانده ملا زاکر توسط حسیب قوای مرکز و وزیر خانه شطال در دره آرزو که با دادن 15 انتحاری موفق به فرار شد. حقیقت یا شایعه؟ از توجهتان جهان سپاس. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات شما خواهیم بود.